بیایم در مورد این مراحل صدورش هم بگم. ببینید تک تک این توضیحاتی که ببخشید خستم شدید، تک تک توضیحات به بحث سرتیفیکیت پینینگ مرتبط. سرتیفیکیت پینینگ سه تا اسلاید بیشتر لازم نیست واقعیتش. پینو بگیر داخل اپت بذار، اوکی اچ تی تی پی این کار میکنه و سلام. ولی راستش چرا باید این کارا رو بکنیم؟ به نظر من از خود سرتیفیکیت پینینگ مهم‌تره. بخاطر همین الان من فکر کردم که شاید البته اشتباه فکر کردم، ولی به هر حال فکر کردم لازم باید باشه. ببخشید برای صورت خسته میشید، من چهره رو میبینم خیلی خستم دیگه، گفتم احتمالا خستگی به خاطر ادای بنده است. خب ببینید اتفاقی که میفته چی؟ اول از همه وقتی که ما میخواییم گواهی نامه امنیتیمونو بگیریم، مثلا آی آل لاکت داتا یا دوستان خوششون تشریف دارن، ما از طرفشون صحبت میکنیم، خواستن گواهی نامه رو که بگیرن، اومدن اون CSRشون رو دادن، اون ریکوست، اون چیزی که اینجا میبینید این CSR است، Certificate Signed Request که پابلیکیشون توشه. به غیر از پابلیکی چی دیگه توشه؟ این دامنه اسمش چیه، من کیم، تو کدوم کشور هستم و همه اینا، که البته بعضیشون آپشناله. اگه اون مراحل رو برید میبینید که یه سری سوالا تو کامپیوتر خودتون موقعی که میخواید سی اس ار رو تولید کنید میپرسه. الان من با یه مثال بهتون نشون میدم، حالا اگه دوستی تا الان انجام نداده. Let's Encrypt که اینو میگیره، میاد اول با SHA-256 اون سی اس ار دریافتیه رو چیکار میکنه؟ بعد که مطمئن شد این مرجع درسته، بعضی جا ببینید شما وقتی میخواین واسه یه سازمان، واسه سازمان بزرگ گواهینامه امنیتی بگیرین، از شما اطلاعات و اسناد سازمانتون رو میخوان. کی هستی، مدیر عاملش کیه، سهامدارش کیه، هستن کجا قرار گرفته، همه اینا. بخاطر همین الان کشور ما تحریمه و خیلی از سی ای های بزرگ دنیا واسهش گواهینامه امنیتی واسه دومین آی آر صادر نمیکنن. با سایر دومینا مشکل ندارن ها، واسه دومین آی آر ما معدود سی ای داریم تو دنیا که صادر میکنه. یکیش Let's Encrypt، یکی فکر کنم ترک تراست بود که یه سی ای ترکیه ای بود که اونم فکر کنم از رده خارج شده، مشکلات امنیتی داشت و خود گوگل و اینا هم مثلا یه مدتی باش فکر کنم مشکل داشتن دیگه. سی ای سایتایی که از ترک تراست گرفته بودم مثلا اپلیکیشن اندرویدی باش به مشکل برمیخورد، چون برداشته بود چین اف تراستشو حذف کرده بود دیگه، به من سی ای معتبر نمیشه. یه دونه هم سی ای هست اروپای شرقی، نمیدونم لهستانی کجاست، به نام سرتوم. اگه کسی الان رفته باشه و سرتیفیکیت گرفته باشه احتمالاً از اینجا میگیره. یه مدتی هم سی ای های دیگه ای بودن. الان فکر کنم سرتوم چیزی که بیشتر این بانک ها، نمیدونم سازمان ها، جاهایی که بزرگن و دامنا دارن میرن واسه آی آر میگیرن. ولی اگه دات کام و دات نت و اینها دارید محدودیتی نیست، از سی ای های دیگه میتونید بگیرید، خیلی رقابت داره، مثل گودادی و نمیدونم تاوت و فلان و اینا خیلی زیاده. و اگه کسی هم پشت سی دی ان هاست مثل کلود فلیر امثال اینها سرورشو گذاشته، خود کلود فلیر با یه واسطه ای میتونه گواهینامه‌های مجانی به شما بده، یا گواهینامه‌های خیلی قوی بده ولی پولیه، که مثلا ما 20 دلار نمیگیرن مثلا به شما گواهینامه 5 دلار بباشت میگیره و گواهینامه‌های رده بالاتر میده. خب این که اومد اون مراحل رو طی کرد، مطمئن شد که حالا من تصمیم گرفت برای ما گواهینامه صادر بکنه، میاد اول مثلا با اون الگوریتمی که گفتیم ها، اونجا حتما قرار نیست SHA-256 باشه، ولی چون الان مثالا ما باز کردیم دیدیم اونجا زده SHA-256، ما هم تو تصاویر همینو داریم. با SHA-256 یه هش ازش تولید میکنه، بعد با پرایویت کی خودش میاد اونو انکریپت میکنه که میشه چی نتیجهش؟ سیگنچر، یه ساین دیجیتالی میشه روی گواهینامه. هیچ کسی دیگه به غیر از Let's Encrypt نمیتونه اونو بزنه. چرا؟ چون این پرایویت کی رو نداره. بعد میاد چیکار میکنه؟ اون گواهینامه امنیتی رو میده به شما، میگه بفرمایید این گواهینامه که شما درخواست کرده بودید از این تاریخ تا این تاریخ، واسه این دامنه‌ای که شما گفتید با این جزئیات معتبر. اگه شما مثلا فقط واسه آی آر لاکت مثلا گرفته باشید، وایلد کارت نباشه، دیگه نمیتونید یه زیر دامنه رو از SSL استفاده بکنید، اونا رو باید رو HTTP سرویس بدید، مگه اینکه دوباره سرتیفیکیتتون رو باطل کنید، مجددا اینو درخواست بدید که خب باید اگه پولیه مثلا باید هزینه بدید، ولی تو Let's Encrypt این اتفاق نمیفته. حالا سمت کلاینت چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ کلاینت مثلا اومده میخواد سایت آی آر لاکت رو باز بکنه، بروزر کلاینت هر چی که هست، حالا اپل میاد سرتیفیکیت رو درخواست میکنه، بعد میاد فرآیند معکوس اون رو انجام میده. یعنی چی؟ یعنی میاد با استفاده از اون پابلیک کی که داره اونو دیکریپت میکنه. پابلیک کی که از کی داره؟ از سرویس دهنده گرفته. تو مرحله ای بود که میگفت سرتیفیکیت تو بده من وریفای بکنم، همونجا که مطمئن شد این سرور درستیه، از داخل سرتیفیکیت پابلیک کی طرفو گذاشتن، پابلیک کی اسمش روشه دیگه، میذارید که همه ورش دارن، ورمی داره دیکریپت میکنه، بعد میاد هشش رو مجددا با الگوریتم مشابه تولید میکنه و مقایسه میکنه با چیزی که روی سرتیفیکیت، اگه دوتا خوند سرتیفیکیت ولیده، نخوند سرتیفیکیت جعلیه. اینجوریه که میفهمه این سی ای، این گواهینامه توسط سی ای معتبر صادر شده یا نه. خب
بعد چه مباحث دیگه اینجا مطرحه که من خیلی ورود بهش پیدا نمی‌کنم. انواع سرتیفیکیت هست. ببینید سرتیفیکیت های دی وی دارین، بی وی دارین، ای وی دارین. مثلا الان مثال این فرض بکنید کسب و کارهای بزرگی که تو کشور خودمون هم هستن، اینا مثلا رفتن سرتیفیکیت های ای وی گرفتن. نمیدونم شنیدید چقدر مثلا برای جلوگیری از حملات فیشینگ اینور اونور مثلا تو این چیزا میان مثلا سرتیفیکیت رو وریفای میکنن، روی سرتیفیکیت دقیقا زده برای چه سازمانیه، برای کجا صادر شده و از این جزئیات. موضوع دیگه چیه؟ اینکه حالا توضیح دادم برای یه دامن است، برای وایلد کارت یا برای مالتی دامین. یعنی شما میتونید گواهی نامه رو برای چند تا دامنه درخواست بدید. از این بحثو بگذاریم، حالا بریم سراغ در واقع کدوم این ستا رو میفهمید؟ این تو سطح امنیتیشون، میزان قیمتشون و تنوعشون. مثلا برای کسب و کارهای بزرگ توصیه میشه مثلا فرض کنید یه بانک یا یه کسب و کار خیلی حساس ای وی بگیره، اکستندد وریفیکیشن. روی سرتیفیکیت اگر بزنید رو مرورگر اطلاعات خیلی زیادی رو در موردش میده، دقیقا برای کجاست، حتی ممکن اطلاعات دقیق رو در مورد خود سازمانش بده، در مورد اورگانایزیشن. سرتیفیکیت های دیوی خیلی ارزونن و واسه دو سایت های شخصی و اینا استفاده میشن. اون دسته دوم هم برای کاربردهای سازمانی هم. یعنی هر چی شما پایین تر بیاین سطح امنیتی بالاتره. و یه نکته دیگه هم داره، مراجعی که گواهی نامه امنیتی صادر میکنن بیمه میکنن این کنترل امنیتی رو. من دقیقا عدده یادم نیست ولی فکر میکنم مثلا اولیه $10,000 گارانتی میکنه. حالا شاید تو کشور ما اینا قابل دریافت نباشه، نمیدونم، یکی باید وکیل بگیره بره شکایت کنه. ولی اگر کسی بیاد ثابت بکنه یا یه حمله موفقیت‌آمیزی انجام بشه که سرتیفیکیت های اینا رو بشکنن یا بتونه به خود CIA حمله بکنه، به هر حال منظور این که اون گواهی نامه امنیتی شما رو دور بزنن و اصلا کلا بتونن شنود کنن، اطلاعات فریب بدن، اونا وظیفه دارن طبق قانون به شما خسارت پرداخت بکنن. مثلا آخری فکر کنم 1.5 میلیون دلار چقدر به بالاست که شرکت های بیمه در واقع خسارتشو پرداخت میکنن. یه سری تفاوت های اینجوری داره دیگه، یعنی حالا بستگی داره. ما اکثرا برای سایت های شخصی خب میریم نوع اولو میگیریم، برای کاربردهای سازمانی نوع دوم، و اگه پول بیشتری میخوایم خرج بکنیم نوع سوم میگیریم. بعد از کنم خدمتتون که این ایشو الان بگم خیلی سریع. ببینید اینا ایشوهایی هستش که شما موقعی که دارین با یه دونه سروری که رو TLS هستش در واقع حرف میزنید برمیخورین. یکی این که CA که گواهی نامه امنیتی رو صادر کرده نمیشناسیدش، یعنی کلاینتتون مثلا اون OKHTTPه وقتی میاد از اون آبجکت SSL کانتکست استفاده میکنه میخواد CA رو احراز و ویر بکنه، تحصیل و سلیت کنه، نمیشناسدش، تو اون لیسته نیست، لیست Trusted OS. حالت دوم اینه که توسط سرتیفیکیتی که استفاده شده رو سرور گذاشته شده که توسط CA معتبری صادر نشده، مثلا صادر شده منقضی شده، یا CA اومده مثلا یه اتفاق بدی روش افتاده، اومده روتکی خودش رو عوض کرده ولی این هنوز با اون روتکی قبلیه صادر شده بود، یا اصلا بدتر از همه اومده خودش یه سرتیفیکیت سلف ساین تولید کرده گذاشته رو وب سرورش. خب کلاینت شما نمیشناسه دیگه، اختیار میده و ارتباط برقرار نمیشه. حالت سوم هم اینه که کانفیگوریشن های شما جوریه که اینا نمیتونن با هم حرف بزنن. یعنی چی؟ سروره میگه من فقط این الگوریتم های رمزنگاهی رو ساپورت میکنم، کلاینت یکم مثلا قدیمی تره و نمیتونه با اونا حرف بزنه، اونا ساپورت نمیکنه و این دوتا نمیتونن به توافق برسن، این مرحله هندشیکینگ و اون آخرش به خطا میخوره. یا مثلا بعضی وقتا شما دیدید که مثلا سه لوله بود مثلا واسه خود IR لاکت، بعضی وقتا مثلا کلاینت نمیتونه لیف رو بشناسه میره سراغ CA رده بالاتر، مثلا لتس انکریپت رو نمیشناسه میره سراغ DST، ولی شما نیومدید سمت سرور این چین رو روی سرورتون اد کنید، پابلیک کیاشو بزنید، بعد وقتی درخواست میده میگه بالاترش کیه نمیدید بهش و مثلا اینترمدییتر رو میخوره، اینترمدییتر سی ای رو میخوره. اینو خطاهاش کیه؟ این خطا رو من نوشتم سایت صفحه خود گوگل اینا، حالا دیگه واقعیت فقط اینکه این صفحه خیلی شلوغ نشه پایینش نمیدونم رفرنسش مال کجاست. این دقیقاً همین ستا بند روی خود صفحه اندروید گوگل برای سرتیفیکیت وریفیکیشن. حالا بریم سراغ سرتیفیکیت پینینگ که حالا اینقدر خسته شدید تا من بهش برسم. حمله چجوریه؟ ببینید وقتی که ما میگیم در مورد حملات روی بستر امنیتی، بستر رمزنگاری شده، در واقع نکتهش اینجاست که به روش‌های قدیمی دیگه نمیشه حمله کرد دیگه. اون وسط کسی که میاد خودشو به جای سرور میخواد جا بزنه باید یه سرتیفیکیتی رو به شما ارائه بکنه تا شما فریب بخورید، شما منظورم کلاینت، تا فریب بخورید و بهش اطمینان کنید، باش مثل سرور هندشیک بکنید، اطلاعاتو در اختیارش قرار بدید، که این وسط اگر موفق بشه این کارو بکنه چه مشکلاتی برای شما به وجود میاد. هم محرمانگی اطلاعاتتون نقض میشه، اطلاعاتی که دارین تبادل میکنین دست افراد غیر مجاز میفته. نکته بعدی چی؟
میتونه اطلاعات دستکاری کنه. مثلا یه تراکنش بانکیه، شما گفتید از این مبلغ به این مقصد با این مبلغ، ور میداره مبلغ و مقصد رو عوض میکنه، میفرسته. این وسط کنترل داره دیگه، میتونه مسیج دستکاری بکنه و بفرسته برای کی؟ برای سرور. وقتی برای سرور فرستاد که سرور هم فکر میکنه این از یک کلاینت ولید گرفته دیگه، چون خودش هم یه مرحله اومده چیکار کرده؟ با سرور هندشیک کرده. یعنی ما دو مرحله هندشیک داریم، یکی بین یوزر و اتکری که اون وسط نشسته اون هکره، و یکی هم بین هکر و سرور. هکر خودش رو به جای کلاینت برای سرور جا میزنه، این بعدم به جای سرور برای کلاینت، و میشینه بهش میگه من این دمیدل مرد میگن که این وسط نشسته و داره شنود میکنه، یا اینترسپشن. این پترن اینترسپتور که استفاده کردید دیگه، هم از همینجا میاد دیگه. یعنی وقتی که مثلا من وسط میخوام یه در واقع کنترل گیر پیرسازی بکنم که روی دیتا مودیفیکیشن، حالا جنبه منفیش تو دنیای امنیت اینه که یه نفر میشینه این وسط شنود بکنه که این دیتا رو بتونه کپچر کنه یا مودیفای بکنه. خب برای اینکه این کار انجام بده یه فیک سرتیفیکیت باید داره بکنه. یه لازم من اینجا یه کاری انجام بدم که شما ببینید، حالا شاید خالی از لطف نباشه اگر همش درست انجام شه. یکی از ابزارهایی که خیلی برای تست امنیتی و اینا برای انجام این حملات استفاده میشه اسمش بیابسود. ابزار جاواییه که حالا یه سری فیچرهای امنیتی داره و اینه. یکی از کارهایی که این میکنه پروکسی. یه پروکسی را میندازه توی، ببینید اینجا شما میتونید بگین روی چه آی پی آدرسی، چه پورتی، همه اینا رو میتونید تعریف بکنید. من میگم بهش این داره رو کدوم کامپیوتر اجرا میشه؟ رو هاست. یعنی کامپیوتر من. فرض کنید من مهاجمم، این وسط نشستم، به یه روشی میتونم ترافیک شما رو سمت خودم رود کنم. میام اینجا میگم که فرض بفرمایید حالا روی همه اینترفیس هایی که داری شروع کن به چیز کردن آل اینترفیس. ببینید اینجا میتونیم بگیم فقط لوکال هاست رو شنود کن، میتونیم بگیم همه ایش کارت شبکه رو شنود کن، میتونیم یه آی پی آدرس خاص رو مثلا از جنی موشن یا امولیتور دیگه ای وقتی استفاده میکنید اون میاد چیکار میکنه؟ یه دونه کارت شبکه داره که از طرف اون کارت شبکه به شبکه حرف میزنه دیگه، مثلا کارت شبکه هاستونلیه یا نت شده از این تنظیمات دیگه، حالا باید جزئیاتش نشه. اوکی، بعد من بهش از طرف دیگه هم یه سرتیفیکیت هم داره، چون خیلی از اپلیکیشن ها دارن از SSL استفاده میکنن، اینم باید بتونه دیگه ساپورت بکنه روی TLS شنود کردن. پس میاد چند تا آپشن در اختیار شما قرار میگه، میخواین یه دونه سرتیفیکیت سلف ساین بذارم یا نه، میخوای به ازای در واقع هر یه دونه هاستی که اپ شما، خب یه اپ ممکنه با انتهاست داره حرف میزنه، یکی بک اند خودشه برای کراش ریپورت با یکی داره حرف میزنه، برای آنالیتیکسش مثلا نمیدونم با یه جای دیگه داره حرف میزنه، از یه سرویس دهنده دیگه داره فلان سرویس رو میگیره، ممکنه مثلا 5 تا 10 تا بک اند داشته باشه، با همه اینا داره حرف میزنه. میگه میخوای واسه تک تک این دامنه‌ای که داره حرف میزنه همه رو شنود کنی یا فقط میخوای دامنه اصلی؟ و یه سری آپشنایی داره اینجا به شما میده. البته میتونید از سرتیفیکیت‌های خودتون هم استفاده بکنید. خب حالا فرض کنیم من همین آپشن دیفالتشو میذارم باشه، اینجا هم پورت 8080 و اینجا هم که گفتیم آل اینترفیس، اوکیش میکنیم. خب اینم اوکی. حالا این پورت 8080 الان کامپیوتر من داره لیسن میکنه. کار دیگه‌ای که الان انجام میدم این هستش که میام و عرضم به خدمتتون که الان سفر میندازم اون ور که دیگه مطمئن باشیم، چون اینجا الان من کار خاصی نمیکنم، فقط جنی موشن الان باز کردم. آره الان من چشمش میکنم فکر کنم داره انجام میده. بذارید من یه لحظه بیام ببخشید حواسم به اون ور نبود. این کپچر که راستش داره میکنی چیز شد اون جاش از قلم افتاد، یعنی کپچر نکرد؟ نه همین حالا فوقش یه باید دیگه باید دیکارت کن. این جنی موشن هم خیلی چیز مزخرفیه، من راستش مثل شما خیلی از پی نیستم، چون اندروید دیولوپر نیستم متاسفانه، از امولیتور اندروید استودیو اینا دیگه وقت نشد استفاده بکنم و اینا، این چیز مزخرفی که نمیدونم مثلا کسی فکر کنم دیولوپرش تست نمی کنم، اینجور بیلت میگیره میذاره روی اینترنت. بعد والا در واقع حداقل هفته ای مثلا فرض بکنم هفته ای چیز کنم، مثلا یه 5 بار من فقط نصبش میکنم مجددا، یه هر بارم که بازش میکنم 30-40 بار کرش میکنم، نمیدونم حالا مشکل از کامپیوتر من شد. حالا
جان؟ ناکس بهتره؟ آها من امتحان نکردم. آره شنیدم اسمشو ولی استفاده نکردم ازش. دیدم یه سری نمیدونم بلو استک و امثال اینا هستن اینا. حالا تو من شنیدم اندروید استودیو مثلا امولیتورش خیلی استیبل درسته؟ آره اینجا مثلا شما بیاین ببینید الان این چیز جنی موشنه، این ویرچوال دیوایسی که رو جنی موشنه اندروید 5 و عرض کنم خدمتتون که مثلا دیوایس نکسوس از طریق ارتباط هاستونلی و نتم داره از طریق ارتباط اینترنتی من با اینترنت حرف میزنه. بعد عرض کنم خدمتتون که من میام رو این ارتباط چیز وایرلس هم اینجا رو ببینید شما میایین و یه جایی داره پروکسی ست میکنید، میگین یه منوال پروکسی دارم، آی پی ماشین هاستتون رو میزنید که با اون کارت شبکه که این داره روش نت میشه، مثلا مال من 102 پورت هم چی میزنم؟ همون پورتی که اونجا داره لیسن میکنه، پورت 80 لیسن میکنم، بقیه تنظیمات دیگه چی. بعد حالا اگر شما به عنوان مثال یه اپی رو بیایید باز بکن، البته کار تمام نشده ها هنوز، یه کار دیگه هم باید انجام بدید. بعد از این برای اینکه این تراستد باشه، همون کاری که گفتیم او اس برای ما میکنه، کاری که باید انجام بدیم اینه که بعد کاری که باید انجام بدیم اینه که بیایم سرتیفیکیت اونو به عنوان یه CA تراستد روی دیوایسمون اد بکنیم، چون نیست که اون سرتیفیکیت بیاپسو توسط یه CA معتبر واقعا صادر شده واسه دومینی که خودش واسه شرکتی که در واقع بیاپسو تو داره دیولپ میکنه به نام پورت سویگر. خب حالا الان بهتون نشون بدم اینو. اینجا ملاحظه فرمودید دی تو این قسمت سکیوریتی یه جایی هست به نام حالا اسمای مختلفی داره برای کردنشیال استور و نمیدونم تراستد کردنشیال و فلان و بهمان و اینها، که اینا رو اگر ببینید اینا همون لیست سی ای آی که ما در موردش صحبت کردیم که گفتیم سیستم عامل بهشون تراست داره است. به غیر از این اینا خیلی دیگه مفصل و اینهاست، میتونید شما بیاین سرتیفیکیت های یوزر هم خودتون نصب کنید. گزینه نصبش اینجا نیست دیگه، تو منوی قبلی یه دونه گزینه داره اینستال فرام استیکارت. سرتیفیکیت که میخواین نصب کنید بزنید روی گوشی و بروز بکنید و نصبش کنید که میاد اینجا، که من قبلا این کارو کردم. الان این دیوایس من به این سرتیفیکیت که یوزر نصبش کرده نه که تو او اس به صورت دیفالت باشه تراست میکنه. حالا کار دیگه که باقی مونده چیه؟ میام اینجا و حالا یه اپلیکیشن در به داغونی پیدا کنیم که با اینترنت حرف میزنه. کجا؟ این بروزر دیگه ها؟ شما؟ زاید من اینه تازه جی اپ رو دیدم که اینجا بود و زدم نصب کردم، ولی وقت نشد چیزای دیگه این نصب کنم، فکر میکردم جی اپ رو باید جدا نصبش کنم روش. اگه ببینید الان کرش کرد. خب حالا این نکته چی بود؟ همین مراحل کافیه. اگر حالا ارادات دیگه شما به بزرگی خودتون ببخشید، الان من اگه یه اپی رو باز بکنم توش بزنم این و روی خدمتتون عرض بکنم که بیایم روی برپ، این و روی برپ تو این تبه اینترسپتور خب اینجا اینا شش اومده، خب شما حالا فوش دادیم بهش، ولی مثلا که باش بروزری که من باز کردم ببین یه ریکوست دادی ویت هم هستا نفرستادتش، چون این پروکسیه دیگه وسط راه نشسته تا ریکوست رو گرفته. شما اگه خواستید اینجا میتونید هر ادیتی دوست دارید انجام بدید، ریکوست رو عوضش کنید بعد فورواردش کنید، یا اگه دوست ندارین حال نمیکنید دراپش کنید، و اگر هم نمیخواید که همه ریکوست ها رو اینجوری اصلا کپچر کنه و ادیت کنه، اینو بردارید که دیگه همه ریکوست ها رو بفرسته، اون که لازم دارید رو دوباره اینترسپتور روش فعال بکنید. من حالا اگه اینو دستکاری بکنم و فوروارد رو بزنم، ببینید همینجوری میبینید ریکوست های بعدی که از دیوایس داره میاد و ببینید همه ی الان اپلیکیشن از طریق پروکسی دارن ریکوست هاشونو میزنن. خب اینجوری شما کلی اپلیکیشن دارین که تو بک‌گراند دارن با اینترنت حرف میزنن دیگه، موقع تست امنیتی یه اپ یه مقدار اذیتتون میکنه. امکاناتی داره که شما میایین میگین آقا فقط این یه دونه دامینو این داره با این دامین فلان داره حرف میزنه، بقیه رو اکسکلود کن اینجا نشون نده، اصلا ریکوست هاشون از مستقیم ردش کن. این امکانات هست یعنی توی ابزار من، چون برسم این ابزار نیست الان شده جلساتی اگه فرصت شد نیست صحبت میکنیم. خلاصه داستان این که آجون که اینجا دستکاری کنید ریکوست و بفرستید. اگر چی بشه؟ سرتیفیکیت پینینگ نداشته باشیم. الان اون چند تا نکته ای که ما باید تراست کردن به این پروکسی رو داریم رو یه جورایی به خاطر اینکه خیلی از اپلیکیشن ها اینو درست پیاده‌سازی نمی‌کنن ما تونستیم بایپاس بکنیم. یعنی چی؟ CA معتبری آیا اینو صادر کرده که من بهش اطمینان بکنم؟ بله، پورتسویگر رفته از این CA معتبر گواهینامه گرفته تو اون لیستم هست. این یک. دومه، این دومینی که من دارم باهاش حرف میزنم
اونجا چی؟ آره این میاد خودش رو شبیه سازی میکنه واسه اون دومینی، یعنی گواهی نامه چیز میکنه و دی ان اس هم چون دست خودشه میگه من اون سرورم، با من حرف بزن. مگه اینکه شما سرتیفیکیت پینینگ داشته باشین و بیاین چیکار بکنین، بیاین مطمئن بشید که این واقعا همون سرور است. چون بحث باقی مونده، من ببخشید سری برگردم روی اسلایدا.